باور دارن. کار از خودمون میدونیم، سعی میکنیم بهترین کیفیت و کارایی رو داشته باشیم. این رمز موفقیت شرکت آریان پاژ است که در سال 94 در آستانه تعطیلی قرار داشت. با گذشت 4 سال، با نگاهی که در حوزه خودکفایی و اقتصاد مقاومت داشته، بسیاری از قطعاتی که در صنعت فولاد، خصوصا صنعت فولاد ورقهای نهایی نیاز مملکت بوده و به صورت وارداتی تعمیم می شده، امروز داره در همینجا ساخته می شه. حالا سالانه 300 هزار تن ورق سرد فولادی تولید می کند. صادرات به کشورهای همسایه، عراق، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان. و اینها بهانه‌ای بود برای بازدید خبرنگاران از بخش صنعت استان. طبق صحبت‌های مدیر عاملشون که گفت ما کارخونه ورشکسته رو گرفتیم، کارخونه تولید کننده و صادر کننده بریم تحویل میدیم. خبرنگاران بازدیدی هم از واحد صنعتی فولاد غرب آسیا داشتند. این واحد با تلاش 700 نیروی کار ماهانه 40 تن ورق سرد فولادی تولید می‌کند. ما همیشه فولاد رو به اصفهان میشناختیم. اینکه قم همچین جایی هستش و حالا گفته میشه 15% از تولیدات خود کشور رو داره، یه امیدواری به شکوفایی اقتصاد قم تو بخش صنعت. عزیزانی که اینجا دارن زحمت میکشن، فعالیت میکنن، از همشهری های بومی خودمونن هستن. تولید این ورقه ها در استان ما بر عهده همین دو واحد است که 800 هزار تن ورق سرد فولادی کشور را تامین میکنن. به صنایع خودروسازی، ساختمانسازی و صنایع بسته‌بندی در مواد غذایی و مانند اون گرایش داره. تیپی که میشه برای این کارخونه زد چیه؟ به نظرم قم در مسیر توسعه. توسعه یعنی تولید بیشتر و تولید بیشتر یعنی کاهش وابستگی و کم شدن اثر تحریم ها. تولید این واحدهای صنعتی تنها با نگاه به ظرفیت و توانمندی بخش صنعت کشور است که رونق گرفته است. حاجی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، ناحیه صنعتی نیزار، قم.